سلام دوستان خب تو اینجا میخوایم در خصوص تابه های شمارنده صحبت کنیم تابعه های مثل کانت، کانت ای، کانت ایف و کانت ایفز این تابه ها به ما کمک میکنن که تعدادی از سلول ها رو بشماریم یعنی مثلا اینجا تابع کانت به ما این امکان رو میده که بشماریم چند تا سلول حاوی عدد هستش یعنی الان اینجا توجه کنین من میخوام ببینم که کلا توی ستون دی چند تا سلول وجود داره که عدد وجود داره توش که اینجا میتونم از تابع کانت استفاده بکنم و داخلش اون رنجی که میخوام شمارش انجام بشه رو قرار بدم میتونم کل ستون رو در نظر بگیرم همه ستون رو میاد چک میکنم یعنی چند تا حاوی عدد هست یا فقط اون بازه ای که مد نظرم هستش رو که اگر اینجا اوکی کنیم این تعداد 22 تا رو میشماره و اگر کل ستون رو هم در نظر بگیرم یعنی از D تا D دوباره به همین مقدار 22 میرسیم حالا اینجا اگر تو این سلول من عدد مثلا کارکتر A داشته باشم این رو نمیشموره باسه من اما اگر من از کانت A به جای کانت معمولی استفاده بکنم ناکنین کانتو الان من روی ستون C زدم اگر روی ستون D بزنم همه مواردی که حاوی یه مقداری هستن چه اون مقدار عدد باشه چه اون مقدار غیر عدد باشه رو میشمره فقط اون خالی ها رو دیگه نمیشماره که الان ناکن میشه 24 تا یعنی خود این هست و خود این هم هستش پس کانت A فرقش با کانت این هست که کانت همه فقط اعداد رو میشمره کانت A همه اون سلول هایی که یه مقداری توش هست یه چیزی توش هست رو میشمره واسه ما و برفرض الان من یه ستون غیر عددی داشته باشم و بخوام بشمارم مثل ستون C میتونم کل اون ستون رو انتخاب بکنم همه موارد رو داره میشماره حتی این مشتری اینجا رو هم میشماره واسه من و مقدار 23 رو قرار میده و به خاطر اینکه بدونم مثلا چند تا رکورد وجود داره چند تا آیتم توی این جدول من وجود داره من هایی یک میکنم که اون هدر رو در نظر نگیره اون عنوان یا مشتری رو در نظر نگیره و الان 22 تا رو واسه من میز مخصوصا باسه این که من بدونم آخرین سلول چی هستش هم خیلی مورد استفاده مثلا الان من میدونم که آخرین سلول حاوی در واقع مقدار توی مثلا ستون C سلول 23 سوم هستش و سلول 24 وم خالیه و میتونم مثلا حالا یه کارهایی که میخوام روش انجام بدم توی مواردی که میخوام تابای ترکیبی مثلا استفاده بکنم حالا تابع کانت ایف و کانت هم وجود داره که تابای بسیار کاربردی هستن و به ما کمک میکنن تعداد مواردی رو بشمارن که برابر با یک یا چند شرطن کانت ایف تعداد موارد توی یک رنج رو میشماره اونایی که برابر با یک شرط باشد مثلا اگر اینجا بخوام بشمارم که چه تعداد برابر چه تعداد مشتری ای وجود داره چه تعداد مشتری ای وارد شدن و از ما خرید کردن میتونم ستون C رو انتخاب بکنم و بعد ویرگول رو بذارم و اگر بخوام مثلا مستقیم A رو بذارم داخل دابل کوتیشن و پرانتز رو میبندم که الان اینجا میاد میگه آقا تو رنج C این تعداد A وجود داره که هفته هستش خب اگر راحت تر بخوایم این کار انجام بدیم A رو توی یه سلول دیگه قرار میدیم و اون سلول رو داخل اون شرط میذاریم اگر توجه کنین توی فرمول کانت ایف من اینجا فقط دو تا ورودی میتونم داشته باشم ورودی اول رنجی هستش که میخوام شمارش روش انجام بشه و ورودی دوم اون شرط هم هست که برابر با A تو اینجا و اینجا میتونم داشته باشم که اگر شرط رو عوض کنم مثلا F8 کنم B چند تا وجود داره و C چند تا وجود داره که در واقع داره فراوانی مشتری های من رو نشون میده و اگر مثلا بخوام بدونم و اگر بخوام چند درصد احتمال داره یه خرید توسط مشتری B انجام شده باشه میتونم این رو تقسیم بره تعداد کل مشتریان بکنم تعداد کل خرید هام که اینجا حساب کردم بکنم حالا اینو اگر ثابت بکنم میبینم که اینم به درصد تبدیل کنم میبینم که 32 درصد از خریدهای من توسط A بوده 50 درصد توسط B بوده و 18 درصد مورد توسط C بوده مشتری C بوده و اینطوری میتونم خب یه پیشمینی جالبی داشته باشم که بگم آقا مثلا یه خرید بعدی من چقدر احتمال داره که مشتری B باشه حالا تابع کانت ایفس چیکار کار میکنه میگه کتاب کانت ایوس میتونه چند تا شرط داشته باشه یعنی من بازه های مختلف داشته باشم ببینید الان من اگر کانت ایوس رو اینجا بنویسم که از اول بخوایم با هم بریم جلو هم میبینیم الان دو تا ورودی داریم رنج کرایتریا رنج یک و کرایتریا یک و وقتی که میرم روی کرایتریا یک کرایتریا رنج دو من هم نمایش داده میشه و همینطور میتونم موارد مختلف رو اضافه بکنم میگه آقا اون رنجی که میخوای اول شمارش کنی چیه مثلا من میخوام بدونم چند تا مشتری تو هر سال وجود داشته میخوام ببینم اول چند تا مشتری A وجود داشته که اول ستون سی رو انتخاب میکنم و میخوام ببینم که این تعداد مشتری A چند تا بوده دیگه پس اینجا آیه هفت رو که میدونم A رو توش انتخاب کردم قرار میدم و بعد اگر اوکی کنم این هفتا کلن میشماره واسه مثل همون کانت یعنی کانت جنرالتر عمومی‌تر کانت ایف هستش خب ولی من فقط این رو نمیخوام ببینم چند تا مشتری ای وجود داره میخوام ببینم این مشتری ای چند تاش تو سال مثلا 1398 بودن پس یه رنج دومی رو هم انتخاب میکنم که رنج ای ای هستش و شرطش رو برابر سلول J6 که برابر 1398 هست انتخاب میکنم کانت ایفس میاد اول میگه اوکی توی, سلول، توی ستون C چند تا A وجود داره که میگه تا. و بعد میاد میگه چند تا از این تا توی سلول AAش ای برابر 1398 بود اینا همه اند هستن یعنی همه با هم باید شرط ها برقرار باشند. هم A باشه هم 98 باشه اون وقت میاد میگه 5 شا هستن حالا اگر همین فرمول رو با 3399 قرار بدیم میشه دو تا چون فقط همین دو سال رو داریم مجموعش میبینید 7 تا میشه خب من اینجا از مطلق ها یعنی دلار استفاده کردم که وقتی که میخوام این فرمول رو درگ کنم به سمت راست و بعد درگ کنم پایین دیگه نخوام همه رو بنویسم تغییر به درستی سلول ها تغییر کنه یعنی معنا الان سیم نباید تغییر کنه همیشه رنج من ستون سیه وقتی که میخوام درگ کنم آی هفت من باید تغییر بکنه به صورت سطری یعنی وقتی که درگ میکنم پایین بشه آی 8 و دوباره درگ میشه پایین بشه آی نو پس اینجا ولی وقتی که درگ میکنم به سمت راست آی من نباید تغییر کنه پس باید روی ستون آی یه دلار بذارم ولی واسه سطری هیچی نمیذارم چون تغییر میخوام بکنم دوباره ستون ای, ای, من نمیخوام تغییر بکنه واسه کلش دلار میذارم اما سلول جی من وقتی که درگ میکنم به سمت پایین به صورت سطری نباید تغییر کنی یعنی این جی 6 من باید جی 6 بمونه وقتی که میاد پایین دوباره جی 6 باشه اینجا هم میاد جی 6 باشه پس باید یه دلار قبل سطر داشته باشم اما وقتی که میخوام درک کنم به سمت راست ستونی میخوام تغییر کنم یعنی جی بشه کا پس پشت جی هیچ دلاری نذاشتم و بعد اینتر کنم اون وقت به راحتی میتونم درک کنم به سمت راست و درک کنم به سمت پایین تا فرمول هام اعداد درستی رو بدم خب فرمول های کانت خیلی استفاده میشه و مخصوصا جایی که بخوایم فراوانی ها رو داشته باشیم به شماری ببینیم چند تا وجود داره یا اینکه مثلا سطر آخر رو بخوایم به دست بیاریم اینا خیلی این جور موارد خیلی کاربرد دارن و فرمول های بسیار خوبی هستن ممنونم از توجهی که داشتین تا جلسه بعد خدا نگهدار برای دیدن تایم محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت دیاکو.com کانال یوتیوب دیاکو و کانال تلگرام یا که ارتیبی مراجعه بکنید.